شما معتقدی، من شما که نمیشناسه کسی، شما معتقدی آقای موسوی اون چیزی رو که دلش میخواد نمیگه، یه چیز دیگر رو داره میگه؟ دقیقا همون چیزی که مد نظرش هستش داره میگه، با توجه به شرایط نه یعنی ایشون جمهوری اسلامی رو بدونه که کلمه کم و زیاد میخواد؟ فعلا این چیزی که هستش گفتم. خیلی خب میدونم پس همین، ولی من نمیخوام چیکار بکنم اون وقت؟ من نباید حرف بزنم پس؟ شما باید راه خودتون رو ادامه بدید. میدونم حرف منم همینه. آیا شما معتقدید من پس تو این شرایط نباید راهمو بذارم کنار بیام تبعیت از راه ایشون بکنم؟ نه من همچین اعتقادی ندارم. اگر به دموکراسی ما اعتقاد داشته باشیم من نمیتونم شما رو مجبور بکنم. آفرین. شما به آقای موسوی توهین بکنید به راه و روش. آیا من توهین کردم؟ تا اجازه بده خانم، اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده. من تا حالا توهین کردم به آقای موسوی؟ نه نه دارم مثال میگم. نه 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 من هیچ وقت آقای موسوی از برخی از طرفدارانش بسیار با شرف تره. برای اینکه شرافتمندانه قصد فریب مردم رو هم نداره، اون چیزی رو که درست میدونه میاد میگه، اما بعضی از طرفداران وطن فروشش میان این رو لعاب میزنن، میگن نه این حرف موسوی این نیست، حرفش چیز دیگه ایست، و اونا میخوان مردم رو فریب بدن. ولی موسوی در نهایت شرافت داره به درستی اون چیزی رو که میخواد میگه و این به نظر من با ارزشه. آقای همایون بله. من گفتم شما توهین کردید که هیچ اونجا خب من همیشه شما با احترام صحبت کردید از تمام عقاید. خب ولی من با توجه به اینکه یک سال و نیمه که از ایران خارج شدم، خب چیزی که میدونم اینه که مردم ما کسی رو از خارج از ایران نمیخوان. اصلا ببینید این من همچین بحثی ندارم که از خارج میخوان یا از داخل میخوان، من اصلا همچین بحث مردم ایران چی میخوان؟ من خودم خیلی مسائل و مشکلات با اون ایران داشتم. خب یه جوری یعنی دیگه واقعا خیلی مسائل داشتم، نمیتونم پشت تلفن. نه لزومی هم نداره، ولی به من میتونیم بگین چی میخوام؟ درود میفرستم به شرف همون کروبی و موسوی، و اگر یک زمانی حاضر باشم که رأی بدم به اونها. خانم عزیز ببین بسیار خوب، من اشکال ندارم چون قدر عصبی حرف میزنی، خیلی راحت باش عزیزم. شما رأی میدید، رأیتون اینه جمهوری اسلامی دیگه؟ من فکر میکنم که حرف آقای نوریزاده درسته. نه نه ببین تفسیر برای من نکن. ببین آقای موسوی آدم عاقل، تحصیل کرده، یک مهندس، یک سیاستمدار، گفته جمهوری اسلامی نکم، نه کلمه کم نه کلمه زیاد. اینو گفته یا نگفته؟ بله گفته. شما داری به این رأی میدی دیگه، پس شما جمهوری اسلامی رو میخوای؟ نه من جمهوری ایرانی رو میخوام. خب قربونه سرت برم، همین کلمه ای که الان گفتی عزیز دلم، آقای موسوی این شعار رو انحرافی میدونه. شما آقای همایون یه جمله آقای موسوی رو کردید این وسط. عزیزم چرا توجه نمی کنی؟ قربون سرت برم یه جمله ایشونو کردم این وسط، یعنی چی؟ مسئله سرنوشت یک ملت، این آدم هم آدم کم و کوچیکی نیست. از جمله اونا بیسته همین موسوی سرودی. عزیزم مگه من میخوام ارزش کار اونا رو کم بکنم؟ شما توجه نمی کنی، شما دارید ارزش کار اونا رو کم میکنی. من یه جمله دارم، شما الان میفرمایید که آقای موسوی باید بگه جمهوری. من غلط بکنم هم چه حرفی بزنم؟ عبد و بنده همچین حدی ندارم که بگم آقای موسوی چی باید بگه. بنده نهایت احترام رو در نهایت مخالفت به آقای موسوی میگذارم که این مرد با شرف برخلاف بسیاری دیگه اون چیزی رو که درست میدونه میاد به زبان میاره. اما حرف من با شماست نه با آقای موسوی. میگم شما میگی من جمهوری ایرانی میخوام اما به موسوی رأی میدم. گرفتاری ما اینجاست، اینو باید من و تو دخترم عزیزم یه جوری با هم حل بکنیم. آقای موسوی در نهایت صحت عقل و دانش و بینش میگوید جمهوری ایرانی یک شعار انحرافیه. شما میگی من جمهوری ایرانی میخوام اما به موسوی رأی میدم. خب این یه حالا من دختر 24 ساله که جای دختر شما هستم، خب میشه به من کمک بکنید که اگر من جمهوری ایرانی بخوام من باید دنبال روی کی باشم؟ آفرین رول مدلی شما برای من. آفرین آفرین باریکلا. یه اسم کوچیک علکی هم شده به من بده. اسم منو بذارید ایران. ایران خانم ایران عزیز، اتفاقا نکته همینجاست، الگوی منه
شهرام همایون در سن 54 سالگی این دختر خانومی هست که اسمش هست ایرانه. میدونی چرا؟ برای اینی که این 24 سال حکومت ضد ایرانی رو این آدم، این 31 سال، 24 سالش رو دیده، اومده تو خارج از کشور میگه من یه حکومت ایرانی میخوام، یک جمهوری ایرانی میخوام، هرچی فرق نمیکنه. تو الگویی، تو من به سراغ داری، تو از من الگو میخوای. همین تو، همین شخص تو، به شرط اینکه معنی این چیزی که میگی بدونی، معنی اینی که میگی من حکومت ایرانی میخوام یا جمهوری ایرانی میخوام، معنیش رو بدونی. جمهوری ایرانی کسیست که، کسی که اینو میخواد نمیره بگه آقا من به کسی که میگوید جمهوری اسلامی میخواهم رأی میدم، میگه من تا آخرین قطره خونم به کار میگیرم برای اون که اون چیزی رو که درست میدونم، نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم، به کرسی بنشونم. و با همین صراحت عزیزم، دخترم، در تمام 14 قرن گذشته ما را همین جور فریب دادن. نه آقای موسوی، اشتباه نکن، به خدا موسوی فریبکار نیست مردم، به خدا کروبی فریبکار نیست، به خدا این دوتا شخصیت دارن نهایت راستی رو به کار میبرن، نهایت درستی رو به کار میبرن. ما نمیخوایم بشنویم، این دختر عزیز من نمیخواد بشنوه، نمیخواد. موسوی داره حرفشو میزنه، من و این دختر عزیزم میگیم ایشالله گربه است. نه بله راست میگید آقای همایون، شما کاملا درست میگید. این نباید باعث این بشه که ما زحمت ها و شهامت ها و تاوان هایی رو که خانم رهنورد و آقای موسوی تا الان دادن اینها رو نادیده بگیریم. ابدا. منم که آقای همایون، خیلی از جوانایی مثل من همین اشتباه رو دارن میکنن و فکر میکنن که با حمایت کردن از اون بر میتونن که به خواسته های خودشون که دموکراسی و آزادی برای ایران باشه برسن. ولی من واقعا از شما ممنون هستم، حرف شما کاملا درست و منطقی بود و از امروز تمام سعیمو میکنم که تا اونجایی که در توان دارم بتونم دوستان خودمو آگاه بکنم به این مسئله. دقیقا آقای موسوی آدم شرافتمندی هستن که راه خودشون از حالا مشخص کردن و منی هم که به این راه خودم اعتقاد دارم میتونم آدمی بشم که حداقل 20 نفر، 30 نفر، 1000 نفر رو آگاه کنم به اشتباهی که من امروز کردم. خیلی ممنونم آقای موبایی. یعنی من خب بله ملاحظه فرمودید و امیدوارم دوستان و هواداران جنبش سبز این کلیپ رو بارها ببینند که ما تفکری هستیم که به همه تفکرات احترام میگذاریم. در فردای ایران هر کسی باید هر آنچه را که درست میپندارد بگوید و تک تک ما متضمن این شرایط هستیم، باید تضمین بکنیم این شرایط رو. شما در همین سایت ها اگه برید نگاه بکنید میبینید ادبیاتی که مخالفین به کار میبرند، مخالفین خود ما، دقیقا مشابه ادبیاتی است که توسط جمهوری اسلامی به کار گرفته میشه. متقابلا ادبیاتی که بچه های ما هستیم به کار میبرند ادبیات فردوسیه. این اتفاقا توی تلفن های مزاحمین هم کاملا مشخصه. کسانی که میان رو خطا مزاحم هستن و تلفن میزنن همین کلمات رکیک رو استفاده میکنن. توجه کردین؟ برای اینکه میخوان سطح کار رو تنزل بدن، برای اینکه میخوان ارزش ها رو از بین ببرن. ببینید اون چه که مهم بوده در طول این 32 سال آقای باقری، کارخونه و زمین و اینا رو آنن میشه ساخت. بله. مهم ارزش هایی است که در جامعه ما نابود شده، احترام هاست که از بین رفته. این احترام طنز، آقا هزار یک سوژه طنز میشه و ساخت. ما چرا باید بریم به سراغ ارزش‌ها؟ بنده در خدمت من برای پرسش. عرضم به حضورتون یکی دیگه از مواردی که خیلی به دوستان روی خط میامدن و صحبت میکردن که البته خب نکته اصلی اون
کلیپ هم بود این بودش که آقای همایون اصلا چرا جنس میفروشن؟ آقا جنس نفروشن اصلا، بیان برنامهشون رو اجرا کنن برن، جنس رو کسی دیگه بفروشه یا کار دیگه بکنه. و این فروختن جنس و حالا کتاب سی دی سکه و هر چیزی لطمه میزنه به برنامه آقای همایون. این کارو نکنن که اونا مثلا دست نندازن بارو. چرا شما این کارو نمیکنین؟ من یه توضیح خدمت بینندگان عزیز بدم. خوشبختانه شما که اینجا هستید، از اولین روزهای تشکیل این تلویزیون در جریان جزئی ترین مسائل هم بودید خوشبختانه، و میتونید شهادت بدید. این تلویزیون رو ما با یک سرمایه اندکی آغاز کردیم، با کمک های مردمی، دوستی که واقعا زندگیش رو پای این جریان داد، و ما از همون موقع می آمدیم می شستیم، بنده پرچم می فروختم، صبح من و شما می رفتیم توی فروشگاه یه دونه دیویدی پلیر می خریدیم اضافه می کردیم به تلویزیون. از همون ابتدا من متوجه یک نکته شدم، متوجه شدم که سه راه ممکن و میسر برای بقاء یک تلویزیون وجود داره. یکی از اون راه ها گرفتن آگهی است. بله. خب من قبل از تلویزیون یک روزنامه داشتم در این شهر و میدونستم که داستان آگهی تو این شهر یعنی مجله. چی؟ یه روزنامه مجله. بله. داشتم که اون موقع هم شما بودید. بله. و آگهی وجود نداره. بسیاری از این آگهی‌هایی هم که شما در این تلویزیون ها میبینید، اینها محض دوستی است، محض رفاقت، محض. پس رو آگهی نمیشه حساب کرد مگر آگهی های حرامزاده. آگهی حرامزاده هم داریم مگر؟ بله. آگهی حرامزاده مثلا به شما عرض بکنم، در همون روزهای اول هنوز تلویزیون رو اکران نیامده، آقایی با یک کیف سامسونت آمد همون خیابون رسیدا. آقا سلام علیکم. خب بنده قبلش در یک تلویزیون دیگری بودم، برنامه داشتم، تلویزیون پارس، و من میشناختن. شنیدم شما میخواید تلویزیون بسیار پهنه. من اومدم به شما آگهی بدم. بسیار خوب، کارتون چیه؟ ما در اورنج کانتی ساختمان سازی داریم و یک آگهی چرب و چیلی گردن کلفتم به ما داد. حالا تلویزیونی که هنوز رو ایرم نرفته و یه چکشم نوشت و همونجا داد به ما، ما برداشتیم و کارمون شروع کردیم. هفته اولی که برنامه‌مون پخش شد، تقریبا 7-8-10 روز بعد این آقا تلفن کرد. بفهمید. گفت آقا این برنامه‌ای که شما گذاشتید، این آقای علی جوادی کمونیست، اگر تو اون تلویزیون میخواد باشه ما نمیتونیم به شما آگهی بدیم. گفتن ها این چی؟ یعنی چی؟ گفت یعنی این که ما حاضریم آگهیمون رو دو برابر بکنیم ولی شما این برنامه رو پخش نکنید. گفتم بنده معذرت میخوام. گفت پس خواهش میکنم آگهی ما رو پخش نکنی. گفتم بسیار خوب، پخش نمیکنم. همون موقع تکلیفم رو با آگهی های اثرگذار توی تلویزیون روشن کردم. یعنی هیچ صاحب آگهی در طول این سالها نتونسته روی سیاست های این تلویزیون تأثیر بذاره که اگر میتونست کار ما با کرام الکاتبین. حتی از دوبهی بنده بهم آگهی دادن، آوردم جلوی دوربین نشون دادم، گفتم مردم این آگهی رو به ما دادن ولی من پخش نمی کنم. ایرادی هم نمی گیرم به اون کسایی که پخش می کنن. توجه داشته باشید هر تلویزیونی سیاست خاص خودش رو داره. پس بحث آگهی برای ما منتفی بود. میمونه بحث دوم. بحث دوم کمک گرفتن. خب دولت های خارجی همچین بودجه هایی دارن. چجوری است که مثلا جمهوری اسلامی برای حزب الله بودجه ای داره؟ دولت های خارجی هم برای این قبیل کارها برای کشورهای دیگری بودجه دارن، از جمله برای ایران. بنده به دلیل نوع تربیتی که شدن و اون روشی که درش آموختم، من معتقد و باورمند به هیچ کمک خارجی، حضور خارجی، دخالت خارجی من ندارم. اخیراً یک کنفرانسی بود در
واشنگتن، برگزار کنندگانش هم آدم های صالحی بودن، حتی یک دانشگاه بود آمریکایی، خیلی هم محبت کردند، برای بنده هم دعوتنامه فرستادن. بنده رسما عذرخواهی کردم، گفتم حتی گفتم بلیتتون رو میدیم، هتلتون رو میدیم، فلان و این حرفا، خودم بنده شرکت نمیکنم. مگه اصلا من اعتقاد ندارم یه سناتور آمریکایی بیاد بشینه راجع به کشور من حرف بزنه. من اصلا همچین چیزی رو نه دوست دارم، نه باور دارم، نه میخوام، نه دنبالشم.